درود بر همیهنانم هم, هم در جای جای این کره خاکی به آوای ایران خوش آمدید با موضوعاتی بسیار مهم در ارتباط با اتفاقات روز در خدمت شما عزیزان هستیم تایید خبری که قبلا اعلام کرده بودیم بنزین گران شده درگیری در چندین پمپ بنزین و 360 نماینده مجالس ملی و سنای فرانسه جهان را به حمایت از مردم ایران فراخواندند. قبل از هر چیزی توجه شما رو به دیدن ویدیوهایی از شجاعت زنان ایرانی جلب می کنم. با ما همراه باشید. ما حجاب اجواری نمی خواهیم. ما آزادی می خواهیم. دیگه خسته شدیم. ما خفه شدم بس که این رو سریعه کردم سرم. نمی خواهیم دیگه بکنم سرم. سلام. امروز یک تیر اینجا میدون نوبانیان هستش. مردم شریف ایران نوید افتاری oh, 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 oh. ایده خبری که قبلا اعلام کرده بودیم بنزین گران شده درگیری در چندین پمپ بنزین تصاویر ارسال شده توسط شهروندان تایید می کند که حکومت رسما کلید افزایش قیمت بنزین را زده. همانطوری که بارها در همین کانال خبری گفته بودیم، طرح گران کردن بنزین از اوایل فروردین امسال تصویب و به تایید خامنه ای رسیده بود. ولی حکومت از ترس واکنش مردم اعلام رسمی را به بعد موکول کرد تا شله اعتراضات سال پیش کمتر شود. ویدیویی از یک شهروند مشهدی حاکی از آن است که پمپ بنزین دانشجوی مشهد ارائه بنزین را در جایگاه قطع کرده و مردم همچنان در صفحه طولانی بدون دریافت پاسخ از سوی مسئولین معطل ماندهاند سایت رادیو فردا نیز دیروز در گزارشی افزایش قیمت بنزین را رسما تایید کرد این سایت نوشته که دولت ایران در تدارک افزایش قیمت بنزین است در ماهای گذشته اخبار گران شدن بنزین همواره از سوی مقامات حکومتی به شدت تکذیب شده با این حال برخی منابع مطلع گفتند که پرونده افزایش قیمت بنزین همچنان روی میز دولت است بر اساس اطلاعاتی که از این منابع به دست آمده در حال حاضر سه سناریو برای قیمت بنزین مطرح است که ظاهرا هنوز به مرحله ی تصمیم گیری نهایی نرسیده اما نتیجه اجرای هر کدام از سناریوها نهایتا به افزایش قیمت بنزین منتهی خواهد شد سناریوی اول اعطای سهمیه سوخت به سرپرستان خانوار سناریوی دوم سهمیه سوخت بر اساس شماره ملی سناریوی سوم ادامه روند کنونی همراه با افزایش قیمت سهمیه دوم و سوم با اجرای هر کدام از این سناریوها افزایش قیمت سهمیه دوم بنزین قطعی خواهد بود اما درباره زمان اجرای آن هنوز تردیدهایی وجود دارد ضمن آنکه به گفته منابع مطلع همچنین پیشنهاد شده است طرح افزایش قیمت بنزین در بودجه سال آینده گنجانده شود افزایش قیمت بنزین در دو مقطع حکومت ایران را به درد سر انداخت. یکی سهمی بندی بنزین و افزایش دو مرحله قیمت آن در سال 1386 که اعتراضات به نسبت محدودی در پی داشته و دیگری رشد سه برابری قیمت بنزین در آبان 98 که به اعتراضات گسترده خیابانی انجامید. اعتراض ها در آبان 98 به شدت سرکوب شد و در جریان این سرکوب به گزارش رویترز حدود 1500 شهروند کشته شدند و از مشروعیت حکومت بیش از پیش کاسته شد. تبعات این اعتراضات حتی به از دست رفتن پایگاه اجتماعی گروه سیاسی موسوم به اصلاح طلبان در ایران بعد از حوادث آبان 98 هم منجر شد. از سرگذراندن همین دو رویداد معاصر و التهابات ادامه‌دار ناشی از اعتراضات زن زندگی آزادی در حال حاضر دولت فعلی جمهوری اسلامی را در بررسی سناریوهای افزایش قیمت محتاطتر کرده است با این حال سیر سعودی مصرف بنزین در ماههای گذشته از قرار معلوم راهکاری جز افزایش قیمت بنزین باقی نگذاشته است بر اساس بررسی های رادیو فردا پیشنهاد شده سهمیه اول بدون تغییر 1500 تومان ثابت بماند یعنی دارندگان همه خودروها هر ماه 60 لیتر بنزین یارانه ای 1500 تومانی دریافت کنند سهمیه دوم 60 لیتر تعیین شود که قیمت آن بین 5 تا 7000 تومان پیشنهاد شده است و برای سهمیه سوم که سهمیه آزاد خودروها نامگذاری شده یکی از دو طرح قیمتی 15 یا 27000 تومان اجرا شود در مرحله آخر هم یکی از سناریوهای افزایش قیمت اجرا خواهد شد که منو به مطلع به رادیو فردا گفتند در این مرحله سه سناریو در حال بررسی است نخست اختصاص سهمیه یارانه‌ای 1500 تومان به سرپرستان خانوار به طوری که اگر تعداد خودروهای هر خانواده بیشتر از یک دستگاه باشد تنها به یک دستگاه سهمیه یارانه‌ای اختصاص می‌یابد دومین سناریو سهمیه یارانه‌ای بنزین به هر شماره ملی است که این طرح به صورت آزمایشی سال گذشته در جزیره کیش اجرایی شد ولی برای اجرای سراسری آن تصمیم نهایی گرفته نشد و سناریوی سوم ادامه روند کنونیست است یعنی همه خودروها سهمیه 60 لیتر را کماکان خواهند داشت و برای سهمیه دوم یکی از قیمت‌های 7 یا 15 یا 21 هزار تومان تعیین می‌شود در هر حال بنزین همچنان مسئله و موزل بزرگ حکومت ایران و دقدقه مقامات حکومتی و دولتی است همچنان که در گزارش محرمانه لو رفته هم که ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور سوم اسفند 1401 برای مقامات حکومت فرستاده بود چون این نتیجه گیری شده بود که شرایط فعلی قابل تداوم نیست و 1402 سال سختی است که باید برای آن آماده شویم. 360 نماینده مجلس ملی و سنای فرانسه جهان را به حمایت از مردم ایران فراخواندند. بیش از 360 نماینده مجلس ملی و سنای فرانسه با انتشار متنی از تلاش مردم ایران برای تغییر در این کشور حمایت کرده و خواستار اتخاذ تدابیر قوی و مؤثر علیه رژیم اسلامی ایران شدند. نمایندگان و سناتورهای فرانسوی در بیانیه خود یادآوری کردند که از زمان کشته شدن محسا امینی در مقر پلیس گشت ارشاد در تهران و آغاز اعتراضات سراسری در ایران بیش از 750 تظاهر کننده کشته و سی هزار نفر دیگر توسط رژیم ملایان دستگیر شده و جامعه بین المللی باید به مسئولیت خود در قبال مردم ایران عمل کند این بیانیه به امضای رهبران همه احزاب پارلمانی فرانسه و رؤسای گروههای پارلمانی ها در مجلس ملی و سنای این کشور رسیده است آندری شسین نماینده مجلس فرانسه و از اعضای پارلمانی دفاع از دموکراسی در ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی که به مناسبت انتشار این بیانیه برگزار شد تصریح کرد این اولین بار است که این تعداد نماینده در فرانسه بیانیه ای را امضا می کنند در این بیانیه آمده است که هر تغییری در ایران باید به دست مردم ایران و به یاری مقاومت آنان صورت بپذیرد با این حال امضا کنندگان متن از جامعه بین المللی خواستند که با اتخاذ تدابیر قوی و موثر علیه رژیم ایران از تلاش مردم این کشور برای تغییر حمایت کنند. همزمان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان روز چهارشنبه لایحه‌ای را با حمایت نمایندگانی از هر دو حزب ارائه کردند که تحریم سال 1996 علیه ایران را دائمی می کند. مایک استیل نماینده جمهوری خواه از ایالت کالیفرنیا و سوزیلی نماینده دموکرات از ایالت نوادا به همراه مایکل مکال رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی از ایالت تگزاس افراد اصلی پشت این لایحه هستند که قرار است در مجلس نمایندگان آمریکا به رأی گذاشته شود این لایحه که عنوان قانون تحکیم تحریم ایران را برخود دارد تحریم اقتصادی سال 1996 علیه ایران را که با هدف توقف برنامه تحقیقاتی تهران و ممانعت از تولید سلاح های هسته و بیولوژیک تصویب شده بود دائمی می کند لایحه یاد شده به اتفاق آرا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده تصویب شده و اکنون باید در صحنه مجلس به رأی گذاشته شود. مایک استیل در بیانیه ای مطبوعاتی که فاکس نیوز آن را منتشر کرده نوشته است من از کمیته روابط خارجی به خاطر تصویب این لایه قانون تحکیم تحریم های ایران بسیار سپاسگزارم به یفزود رژیم ایران ثابت کرده که نمیتوان با حسن نیت برای مذاکره به آنها اعتماد کرد تنها با زور میتوان راه مصالحه را نشانشان داد به حملات وحشیانهشان به مردم خود پایان داد و مانع هسته شدن ایران شد همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری از آوای ایران رسیدیم فراموش نکنید دیدگاهتون رو در ارتباط با مسائل و اتفاقات روز با ما به اشتراک بگذارید همچنین با لایک کردن این ویدیو یاری رسانه تیم خبری ما باشید شب بر همگی خوش پاینده ایران